با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. امروز هم جمعه است، 27 ماه می 2016 و ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو با هم دنبال میکنیم. بسیار خوشحال و خرسندم از اینکه در طی این سالها آقای دکتر ودیعی مهری به ما داشتن، همواره مهر رو به میهن در حقیقت داشتن و این رو در کتاب خودشون به کرات بهش اشاره کردن در و عشق به میهن و این که در اینجا هم بارها اشاره کردن که برای میهنشون حتی در این شرایطی که هستن اگر بهشون اجازه بدن ایشون حاضر برگرده بره در یه ایرانی، در یه شهری، شهرستانی، در یه جای کوچیکی دوباره شروع کنه به درس دادن، به آموزش، پرورش، و چون باور داره که از اونجا داستان تحول پیدا میکنه، در آموزش، در پرورش جامعه است که جامعه متحول میشود. و من این افتخار رو داشتم که آقای ودیعی از همون روز ابتدا که ازشون خواهش کردی نه تنها همراهی کردن، بلکه به عنوان یک معلم، معلم دلسوز و عاشق میهن، همواره مشوق و راهنمای ما بودن. ازشون ممنونم و از شما هم سپاسگزارم که زنگ میزنید، سوال میکنید. خانم مجرد چند بار پرسیدن و ببخشید که بالاخره با نیم ساعت تأخیر این روزهای جمعه مواجه شدیم. یواشاش باید با این نیم ساعت تأخیر فعلا عادت کنیم تا ببینیم که داستان به کجا میانجامد. اما میدونم شما بیش از من مشتاق هستید که صحبت آقای ودیعی رو بشنوید. بذارید بریم پیش آقای ودیعی و این پرسش رو مطرح کنیم، این چیزی که ذهن همه رو نوزا به خودش مشغول داشته. صحبت بر سر این بود، آقای ودیعی بارها و بارها به این اشاره کردن که در این دنیایی که تحول یافته، دنیایی که تغییر شکل داده، ایران نیز محکوم تحول، باید در خودش تحول ایجاد کنه و بارها راجع به این موضوع حرف زدن که باید این کارو بکنه، ولی همواره گفتن آیا میتواند، امکانشو دارد، عقلش به این کار میرسه، چجوری پیش میره. اتفاقی که در همین هفته افتاد، یعنی اینکه بعد از اینکه مردم رو تشویق کردن که برید رای بدید و مردم رفتن رای دادن و گفتن اون مثلث نمیدونم جنتی یزدی مصباح رو میذاریم بیرون و آقای جنتی و اینا رو گذاشتن بیرون و حتی جنتی رو با زور به تقلب و اینا آوردن، گفتن خیلی خب این نفر 16ام تهران باشه، از 16 نفری که در تهران می‌خواستن این آقام نفر 16ام، در حالی که نبوده. بعد که آوردنش تو، آقای خامنه‌ای گفتش خیلی مردم بد عمل کردن و اینا مردان انقلابی ما هستن، مجلس خبرگان باید انقلابی بماند، فلان بماند، و شروع کرد تحقیر و توهین کردن. و بعد هم یه مرتبه ما شاهد بودیم که در دو روز گذشته یهو گفتن بله اینا نشستند و برخواستن، آقای جنتی رو کردن رئیس مجلس. حالا باید پرسید که چرا، این چراییش رو میخوام از آقای ودیعی پرسیم، چرا این اتفاق افتاد، چرا این به مردم دهنکجی میکنه، آیا این دهنکجی رو به مردم خودش میکنه، آیا این یه پیامی به خارجی داره میده، آیا پیام به غربه، آیا در مقابل اینه که در موضوع ماجرای توافق هسته‌ای رار میره و میگه چیزی گیرم نیومد، ما بی خودی باختیم، غربیام بهتون گفتم اعتماد نکنید، پولی نمیدن و چون لنگ پولن، احتیاج به پول دارن، پول گیرش نیومده، آیا لج کرده چیه؟ بریم پیش آقای ودیعی و از منظر استاد ودیعی بپرسیم که ماجرا چیست و چه پیامی داره، چه هدفی رو دنبال میکنه. آقای دکتر درود میفرستم به شما، صمیمانه تشکر میکنم، خوشحال میشم قدی در این زمینه نظر شما رو بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم. شما آقای رانی، از سلام به دوستان عزیز، از دوستانی که از من پرسیدن چه ساعتی شروع میشه برنامه و من گفتم 8 بعد از ظهر در اروپا، معذرت بخوام برای که بعدم متوجه شدم که نظام تازه ای در خدمت آقای بهبهانی مستقر شده و من رفتم به ساعت 8:30. بنابراین من بعد از این سعادتی بود
روی 8.5 بیشتر باید حساب کرد. اما درباره آمدن آقای جنتی، محافظه‌کاران دست پیش رو گرفتن که چون آیت الله مرتجع و بسیار بنیادگرا در شرایطی که یک حکومت ظاهرا اقتداری و یک اکثریت تقریبا 50% اصلاح طلب در مجلس هست پرمعناست. نظام و دولت در فساد با هم، دولت سرانش و برگزیدگانش حتی در کل جامعه اصلاح طلب از بدنه نظام هستند. با وجود این که تضاد وجود داره، خشونت لفظی وجود داره، ولی که در پشت پرده ضمن که تابستان داغ در پیش خواهد بود هیچ و هیچ جهالی به آشتی کنان هم به حسابت هم به سازمان مربوط، یعنی کسی که حافظ ارتشاست، سازمان سپاهیان. محافظه‌کارا مسلماً از صبح تا شب بیشتر به مسائل خارجی فکر می‌کنن تا به مسائل داخلی. مسائل خارجیشون همونه که از دهان آقای خامنه‌ای بیرون میاد، دائم امریکاست و امریکا این شاخ خوب نبوده و اینا خوب نخواهد بود، ولی هم امضا هستن، آب سنگین عراق رو میتوشن، با خوبباری بوین جماس میگیرن. این عذاب در دل دنگام هست که نمیدونه با امریکا چی کار کنیم. اساسا نظام ندانست با روسیه هم چی کار کنیم، با روسیه هم در اختلافه. این نظام متوجه نشد که وقتی منافع کل قدر قدرت ها ایجاب کنیم، روسیه بیشتر با غرب و زیتر با غرب کنار بیند. خواهیم دید که اخیراً آقای ناروف هم چی گفته. عقیده من بنیادگراها استشمام کردن، بو کردن که ممکنه ترامپ در امریکا روی کار بیاد. بنابراین یا از ترس ترامپ هست یا جنبه داخلی داره که پاداشیست روی مرد 90 ساله که 3000 نامزد اصلاح طلب رو حذف کرده. این که پاداش قشنگیست، اونم کسی که میشد هر کسی و مخالفان رهبر همیشه مخالفت کرده. خب چند سوالی در این سن سال هست، دو سه تا مأموریت داره که حالا خواهم گفت، این رو انجام خواهد داد. نمیشود گفت که معلله، مگر اینکه سنش ارتضا نکنیم. معللش که بین این دو گروه ها یک که تعادلی به وجود رو مجبور کنن به سمت آشتی کنن ولو ظاهری. وقتی میبینی محلل یعنی کسی که واقعه میشه بین این و اون، سخت میگیره به این، سخت میگیره به اون، تا به خود رو مخالف رو ظاهرا به هم برسونه. برای که به هم برسونه اعداد و ارقام نشون میده در مجلس کجا شروع کنیم. از مجلس اصلاح طلبان ظاهرا 50% دارن، به همین دلیل آقای عارف میگوید من طالب مشارکت در مدیریت مجلس هستم. این اتفاق تازه نیست، هفته تازه نیست، همیشه در حکومت هایی که پارلمانی داشتن وقتی که دورش تقریبا 50-50 بودن مدیریت مشترک پیدا میکردن. این مدیریت مشترک هم در حال چیزیست که الان اصلاح طلبان میخوان. این مأموریت آقای جنتی بالاتر از اینه. آقای جنتی آمده که اعتدالیون رو سوا کنه از اصلاح کران. واجب داشته باشید وقتی که ایشان منصوب شد یا منتخب شد، آقای روحانی گفت که وقتی که مردم رأی دادن، بنابراین رأی دادن که به رهبر رأی دادن، یعنی که مجلس انتخاب کردن،
بعد مجلس منتخب مردم اون تصمیم گرفتن اون مشکلی نیست. در خیل اصلاح طلبان یا رضایتی شروع شده که آقا شما دارید اساسا از آقای جنتی دفاع میکنید، آقای جنتی که نامزدهای ما رو حبس کرد و اساسا نکنه که شما از اول با اونایید. هیچ تحلیل نکنید که یکی از طرفداران محکم نظام ولایی فعلی خود آقای روحانی چون اصلا یک چیزی میگوید بالاتر از این چیزی که اصلاح دارم میگوید، میگوید که اساسا نظامات دموکراسی اسلامی است. یعنی سیاست شده این نغمه در ایران شروع شده که شما با چی هستید؟ با مایید یا با اونه که ما رو حذف میکنن؟ بنابراین این دو تعبیر رو در ذهن داشته باشید که در جهت فعلی دنیا که حرکات پوپولیستی در همه جا هست، در ایران برای جلوگیری از حرکات پوپولیستی که احتمالاً 10 میلیون شاملش میشه، یعنی 10 میلیون بیکار 10 میلیون بیخانمان ما داریم در ایران که بیشتر در تظاهرات تشریف دارن و بیشتر اوقات به وسیله سازمانهای مثل بسیج در شهرستان ها این برابر مدیریت میشن. این قدردان اگر به حرکت پوپولیستی به ایران بکشه کار خطرناکه، بلکه نکشه بایستی ناراضی های اقتصادی مالی کاری و ناراضی های سیاسی که اصلاح گرانه که اینا رو سوا کنید به نظام. نظام جمعیتی رو آورده این مأموریت رو بده که در مجلس اعتدالیونی که با آقای روحانی کار بکنن زیاد همکاری زیادی با اصلاح گران نداشته باشه و از همین جا کافیز چند تا 10 تا شد برای بردن هر لازی به کنسرواتور را به محافظ کار را رد بدن تا آدول به هم میخوریم. اون مجلس در حقیقت اگر یادتون باشه از 4 ماه پیش ما نزدیکر مجلس ضعیفی خواهی داشت، حالا مجلسی داریم که نه به دار نه به با، یعنی هنوز اکثریت داره نه اون و می کنشن که یک اکثریت تازه رو به وجود دارن. اما اگه بفهمیم پوپولیسم رو میفهمیم در ایران نیز چه تأثیری خواهد گذاشت آمدن ترامپ. نظریه پردازان متعددی در دنیای امروز به بهترین تجدید و تحلیل ها متوسل میشن برای که بدونن این جریان چیست، توجیهاتی دارن. مثلا میگوید که امریکا به شدت جهانی شده، امریکا دیگه دنبال صنعتی شدن نیست، امریکا در خط فناوری های الکترونیک اطلاعاتی است. همونطور که انگلستان در جهت صنعتی شدن و به صنعتی شدن ها پرداختن نیست، تمام کوشش امور مالیه این اروپایی که ما امروز داریم یا اون امریکا اون نیست که ما دود کشهای کارخانه های صنایع سنگی نگاه میدیدیم و دلمون بخواست داشته باشیم. یک اروپایی که با اطلاعات با پول و اطلاعات داره کار میکنه. اقتصادیات امریکا در خط مالیه، درسته که کار ایجاد میشه در بعض جاها، در امریکا بیکاری 3%، در بعض نقاط دیگه مکسیموم به نزدیک 5%. این چیزی بدی نیست ولی در مقایسه با قدرت رقیب خودش چین که رشد 10% داره، همیشه رشد امریکا سکته بر پشته امریکایی که منزل است نفوذ خودش رو در دنیا مستقر بداره دچار سکته است.
یعنی لنگان لنگان رشد میکنه، رشد لبین بخشی رو نداره. وقتی بگیم به این که چه اتفاقی افتاده که اینجوری شده، بسیاری از صاحب نظران در امریکا کتاب های متعدد اخیرا متعدد شده، منتشر شده و میگویند که مناسبات تولید به هم خورده. مناسبات تولید یک اصطلاح مارکسیستی است. اساس مناسبات در درج مارکس بود. وقتی نام میگیم مارکس، مارکس دانشمند رو با مارکسی که آقای لنین و آقای استالین و دیگران ازش چه چیز دیگه ساختن چرا بزنیم. مارکس قبل از هر چیزی یه متفکر جامعه شناس متوسل به آمار انداز زبان خودش. این دو جویندی به عنوان یک پژوهشگر شناخته شده است. مناسبات تولید در زمان مارکس عبارت بود از سرمایه و بازو، یعنی نیرو و سرمایه، نیروی کار و سرمایه. امروز این بهم خورده، تبدیل شده به مناسبات تولیدی، تبدیل شده به سرمایه و اینتلیجنسیا و هوشمندی. صنایع الکترونیک احتیاج به خدمه هوشمند داره. در این جامعه شما مرکب نشده از افرادی که از افراد و اشخاص صد درصد همه هوشمند، در طبیعت چنین چیزی وجود نداره. در نتیجه اون بخش از نیروی کار بازو که به سمت هوشمندی بالا نترسه داره از این کران عقب بوده، بیکار شده و اگر کاری باشه کاراییش متوجه این طبقه نیست و این طبقه امروز داره به سحنه میاد که من کجا هستم. دوبار مسئله این است که اساس صنعت رو سرعت بود، سخت اساس اقتصاد رو سرعت میده. به این معنی که هرچه بیشتر تولید کنیم، بیشتر مصرف کنیم، جامعه سالم تره. این سرعت مردم رو به سرعت در پول داشتن هم چشنده. یک جوان امروز به راحتی میتونه با یک جو به بازی الکترونیک و به مدت کوتاهی که خودش اختراع کنه یا از یه جایی به دست بیاره پولدار بشه. یک جوان سابیتی میتونه بیاد به خوراها بگه که من به شما میگم که دیواره شما چقدر رطوبت داره و شما باید چه میزان حرارت خونتون داشته باشید. با دو تا ابزار ساده رطوبت سنج و جواب که الکترونیک میگه یک کمپانی بزرگ را میندازه از یک سال و ظرف کمتر از سه سال میلیاردر میشه. بنابراین این سرعت که در الکترونیک بسیار غیر عادی پیدا شده باعث شده این در جهان بیش از هر زبان نه میلیاردر بریم، بیش از هر زبان میلیاردر بریم. و این میلیاردرها در کشورهای عقب مونده حتی یا نیمه عقب مونده یا نسبتا پیشرفته مثل روسیه، اینها تعدادشون طوری شده که مطلقا مثل دوره مارکس دنبال این نمیرن که نیروی کار را انتخاب کنن. به اصطلاح اون وقتا بود که در دوره مارکس که کارفرما میشینه توی اتاقی از پنجره نگاه میکنه صف بیکارانی که اومدن کار پیدا کنن و خوشحاله که آمدن، پس اون بهترین و ارزون تریدش رو پیدا میکنه. در جامعه قدیم سنتی خود را هم اینطور بوده. صبح که میشد در حدود مثلا 100 سال پیش یا یه خورده این اگر اشتباه نکنم در سال 1310 خود من شاهدش بودم، در میدانهای بزرگ شهر عمله ها میسادن، صاحبکار میومد نگاه میکرد به دو چه پای کارگر و به بازوش
میاره انتخاب میکرد و میبه محیل رو دستشو میبه به پاکم در روسته ها خوششین ها بودن بیرون از جده تولید. امروز که مناسبات تولید به هم خورده یه عده از چرخه کار بیرون افتادن. صنعت امروز در اروپا مسئله اساسی دیولوپاتری اینه که بریم به سمت صنایع دوباره تا اونجا که می شود صنایع قدیدن را بیاندیم که کار بازوی ایجاد بشه بیرون کار برای طبقه که از اون میزان هوشمندی لازم برای کارهای بالاتر برخوردار نیست. نگاه کنید به تظاهرات امروز اروپا، نگاه کنید به این که در اتریش پوپولیستا یعنی طبقه که عرض کنم آمدن انتخابات رو باختن با 32,000 رأی، باختن به دشمن به رقیبشون با 32,000 تا کم آوردن. بنابراین این از یه هست در امریکا زیاد شروع شد با تی پارتی و فلان اینا و اونجا چون جامعه مبتکره، جامعه رو دروازی نداره، جامعه مثل جامعه اروپایی که با پول رو دروازی داره و حتی باید وقتا پودا شدن عیبه، این رو دروازی در میکاری همیزی که باید تا 2008 که دوچار بحران مالی شد در دیگر کشورها اینطوری نیست. حالا جامعه اروپا و امریکا طالب جنگ نیست، برای بیش از هر زمان اصله می پوچه نه صنایعی نه فراوردهایی می پوچه که دیگر قاده نیستن. در کشورهای نوخواسته مثل دوستان که ارتقای شمومی مثل خود چین تا حد روسیه مثل برزیل اینا رفتن به سبت این که صنایع سبک اروپا رو خودشون ایجاد کنن. فراموش نکنید 80 سال پیش و 70 سال پیش خود ما مداد وارد میکردیم، مداد این حد اول. امروز این مسائل ابتدایی تو کشورهای مقاصد صنایع سبک نگه که بخش خصوصی افتاده، ولی بخش خصوصی میدان میخواد. در یک کشوری بشتیم یا میدان به بخش خصوصی نگر نگر از طرف کنترات، یعنی کنترات زیر کنترات سپاه. همه جای دنیا نه که ارتش احتیاجاتی داره، قراردادهایی میبنده، اونهایی که قرارداد اینجا کن مقاطعار میدن میدن به دست دوم، دست سوم، دست چهارم. در تمام اینا به حسب این که کار از مقول صنعتی باشه یا از مقول نیروی بازو باشه، جامعه دچار بحران یا در کنار بحران رفت بشه. چرا در امریکا با وجود اون زبلی و هوشمندی و علاقه به کار هنر سازماندهی و میزان بالای اختراعات ابتکارات دچار این حالت شده؟ علتش اینه که جمهوری خواها مدت های مدید اشتباه کردن، در هندوچین اشتباه کردن، در کره اشتباه کردن، در عراق اشتباه کردن، در افغانستان و خیلی جاهای دیگه. این اشتباهات و مخصوصا دچار گرفتاری های تروریستی و بنیادر اینها شدن و بعد با سوال و فاجعه های اتفاق را بستن میدوج که یاد چنین به برج این جمهوری خواهد به این حالت اختگی سیاسی بهشون دست داد. برای از میانشون کسی مثل ایگار یا مثل نیکسان ایده نیمان چه بدونه چجوری اون زمان نیکسان مسئله قطع رابطه با چین که جز نظر اون زمان شده بود اونو حلش کنه، جرأت سیاسی مرد. این اخیلی سیاسی با آقای جورباتی بوش در حقیقت به اوج رسید. در از این جمهوری‌خواه کشیدن کنار، محافظه‌کاران جدید کشیدن کنار، در اینکه جامعه فاهم شده یک سردبه می آوردن که چی میشه، چون اونا اقاپا بودن و این اقاپا احتیاج به تفکر زیاد نداشتن، بزن و برو بود. و یاد بیارید که این شاپر مشاور آقای جورج واکبوش می گفت که ما وقتی به عراق پامون رو بیداریم پیادشین
میلیون میلیون عراقی میاد استقلال ما که خیلی ممنونی که اومدی ما را از شهر سرطاب نجات بدی. حرف از این مزخرف شد در این دفته دیگه نشد و دیدیم که اینطوری هم نه. ما خود جوربات بوش گفت که باید تکلیف خاورمیانه بزرگ رو روشن کرد. اولا خاورمیانه بزرگ اصطلاح من برای وردی بسیار قرارتیش که نریشه سرزمینی داره نریشه جغرافیایی هیچ کس نمیتونه بگه این خاورمیانه بزرگ ما وجود داره جز یک آدمی که اساسا با سرزمین هایی که از آسیای منطقی از تا غرب افریقا آشنایی نداشته باشه. وقتی کلیسا پشت سر همچی کسی داشته و بیارتش میکن بهتر از این نتیجه نمیده. پس جمهوری ها برای مدت سکوت رفته و دیدی که این دورا که برادر دیگرش خواستن بیان از بوشا که این حالیت سلسله هستن یا دوگاه خیلی زود عقب بشست و آقل بود و عقب بشست و نتیجه اوچار فقر و کمبود مردم سیاسی در جنبه شدن. در این فرصت صنعت الکترونیک روش کرد. کی به قدرت قدرت بود؟ بیشتر اوقات دموکرات ها بوده. دموکرات ها بوده جنبیه انتخابات رو تعمیل کردن در حقیقت و ادامه دارن تا خانم دیگری فعلی. این باعث شد که دموکرات ها قدری خودشون رو برخط بدونن و بگوید ما در خط زمانه این به نسبت اونها و اونها قدری عقب بشدن. اینجا بود که ترامپ گفت نه هیز بسران اشتباه شدن من اشتباه نمی کنم. بنابراین باید حرفایی باید روشایی که می دونید آمده پیش مسلمان بحرمان پوپولیستیست و چون پوپولیست ها در تمام دوار دولد هستن و ادعاشون ادعای خامی هست ولی حرفای دلچسب هم می زنه. این پدیده سبتمند ها رو بیناد کرد. سبتمند ها چکار کردن؟ در 140 نقطه جهان پول هاشون رو قایم کردن، یعنی مالی برای که مالیات دادن پول رو فرستادن به جهان. داستان گزارش پیترز پنما پیترز رو میدونید، یک بار صحبتش رو کردید. این دنیای ما دنیای شتاب برای هر چیز و قبلت هر چیز هر که تو رشته خودش نبرای سرمایه‌داری که اون وقتا نمیشست هر روز سر میزد به کارخونه خودش تا همراه کارگر خودش همراه معاون خودش مشاور خودش دفتر دفتر کشو میدید این سرمایه‌دار وجود داره. سرمایه‌دار وجود داره که در روز یک ساعت کار کنه و بورس و ماشین های الکترونیک کار خودشون انجام میده. آقای ترامپ آمده رو کنه این مسائل، اما آمده رو کنه دچار نقش هاییست و حالا بیگه چه خواهد کرد. آقای ترامپ فقط تجهش قضیه اقتصاد امریکا نیست، قضیهش قضیه اقتصاد اروپا نیست، قضیهش قضیه مورد اعتراض قرارداد تجارت و تجارت آزاد به این طرفین اقیانوس اطلس نیست. اون باید به چیزی که شما ملاحظه میکنید مسئله هجوم مخرج مردم هست به کشورهای آزاد برای این کشورهای آزاد رو ضعیف کنه. هجوم مکزیکیها، هجوم سیاها، هجوم مسلمانها، بخشی از این حرفا به دلشون نشسته، بخشی از مردم هنوز اینطوری فکر میکنن. نادره که یک کسی مثلا مثل خانم مرکل یه مقداری با ملایمت و امر مهاجرت رفتار کن. بسیار زیاد ناراضیان از این مهاجرت کجاست؟ از عراق هست و پاکستان و ایران و سوریه و کشورهای اسلامی. این باز اینا برای چی میان؟ در اینکه سرزمین خودشون ثروتمندترین چرا اونجا نبایستی باشن؟ برای این دخالت های ناتون شده و این ها رو میتونه همان باشن. میگوید من
اون کسی نیستم که مثل شما جمهوری خواه که فرصت دادید اسلام کاذب بنیادیت یاد به میدان سیاست. شما در این اشتباه سلیم به همین دلیل براحتی می توانه بری با اعضای کنگره جمهوری خواه صحبت کنه و بعد فرقه بفته چه میزان خودش رو تصدیح کنه روشن نیست، ولی در حال در افق از این ظهور پوپولیسم بسیار بگرم پس موضوع میکنیم پوپولیسم در میگرده به فشار جامعه اسلام بنیادگر. این جامعه اسلام بنیادگر قدرت سیاسی است. اونا که فکر میکنن در دنیا یک حکومت دینی وجود داره اشتباه میکنن. لعاب دینی ممکنه وجود داشته باشه در یک کشور اسلامی، وجود خارجی هرگز در طول تاریخ نداشته. قدرت سیاسی است. قدرت سیاسی است در ساختار قبیله‌ای میشه خلیفه، در ساختار دیگر کشورها میشه رئیس جمهور. فرق نمی‌کنه. هر آیا میشود گفت که در تقویت حرکات اسلامی مضر که فرزندان تروریست به بار آوردن عربستان نقش شریک بوده، دولت‌های بزرگ جمهوری خواه شریک بودن، افتادش هست. بنابراین از اشتباه دیگر رو نفتورش جدیه‌های ترامپ استفاده می‌کنه. در بخش کتاب ها مثل رسم فرطور کتاب آقای کالدر که در امریکا خیلی سپیده کرده و نقد هایی که برش نوشته میشه در جرائد مورد امریکا رسم صحبت از این است که انقلابی داره زیر چشم ما به وجود داد به وسیله پوپولیست ها. اما نمیدونیش از اون موقع که بحران انقلابی بود وقتی که میگفتن اکنومیست ها حق میدردن، اپنتاتون ها حق میدردن، متقصد کسی گوشته میداد تا موقع که وقتی کسی بی ادام شد. پس دموکرات روز حضب دموکراسی نیست به اون معنی قدیم حضب چسانش که از وضع خوب اقتصاد و شرایط الکترونیک جدید دخل خوبی دارن. دیگر جرائد بزرگ آمار دادن که چه کمپانی چقدر سرمایه گذاری کرده در انتخاب دموکرات ها. حالا توده مردم که همه در هوشمندی مساوی نیستیم، ولی همه نان و جنبه میخواییم و تغذیه میخواییم، خانه چاره میخواییم، بهداشت میخواییم و تمام چیز دیگه، الان دچار خشم، دچار نفرت و ماجره در انتخابات انتقام بگیره. حالا در ایران این کوده رو شبکه وسیع روحانیون در کوچکترین دهات تا در خود تهران بزرگتری کنترل میکنن از طریق حوزه ها. اونهایی که در سالهای گذشته وقتی با میگفتن که صدران میخواییم نه عنایت سیایی نه پول فلان کشور عربی، حالا اونا هم گفتن پول باید باشه تا اپوزیسیون باشید. آخوندها قبل از پول سازمان دارن، چون سازمان دارن مثل هر حزبی دیگه در آمریکا هم مثل اطراف سازمانده تاریخ سر کار اومد چی دلیل هم همینطور. ما در جامعه خودمون ممکن این هستیم که برای مخالفت احتیاج به سازمان داریم، نشستیم که به قول بعضی ناظری ظهور بکنه و چیزهای دیگه که شرم آور هست. توده در ایران توده مردم که بایستی امروز به سمت پوپولیستی بشن وسیله سپاه و حوزه ها دارن کنترل میشن و باید در رأس این در رأس چنین کشوری یک آدم قاطع و روشنی باشه، یک آدم قاطع ولی مرتجع ولی بد تا نظام بمونه. اگر نمونه از یک طرف اصلاحگران، از یک طرف توده بسیع ده میلیونی فقیر،
عدید درب دیدانه هایی که آمدن ایرانی شدن به هزاره ها افغانی هایی که آمدن به ایران، پاکستانی که آمدن به ایران، اینها همه بردی میشن. امروز جنگ های کوچیکی که میبینید در شهرستان ها بعدا میشنن مثل افیر ها در خرم آباد به نام مریدان ایکس و ایدرک هست. مریدان مثلا آقای رفسنجانی با مریدان آقای خامنه‌ای دعوا کردن. عجیب داره به نام شخص دوام میکنن، نارضایتی مردم و قدرت مردم وجود نداره، بنابراین حلش میکنن. یعنی اگر با رفسنجانی معامله کنن مثلا خرم‌آباد هم حل میشه، اگر با کسی دیگه معامله کنن برای کسار حلش میکنن. این سیستم نیمزیانه و مکارانه آخوندهاست که نسبت بهش ما بیگانه ایم، چون ما که از گرم ما مردم روشن فکر روشنگر یا روشن فکر متجدد یک قرن اصیل ایران هرگز نخواستیم جامعه آخوندی رو به حساب بیاریم، جامعه رو بشناسیم و ببینیم چجوری جلوش رو بگیریم. این حرکت پوپولیستی فقط در امیدانی که از کرده در اروپا در همه جا هست و سرایت میکنه به چین و در چین امروز حزب کمونیست جاری معاویز رو تطبیق میکنه و در تمام کشورهای آسیایی یه نوع حرکتی اسمش رو پاتریوتیسم و میهن‌پرستی گذاشتن و جوانها از سن 10 سالگی دستشون رو با ماشا آشنا میکنن. یعنی میگویند که ما جهان مداری امریکا رو قبول نداریم، جهانی شدن ها رو قبول نداریم، کشورهای بزرگ متحد که آمدن مثل اروپا متحد شدن این رو قبول نداریم، ما کشوری هستیم مرزی داریم برای خود رو در داخل از خود رو دفاع میکنیم. تئوری پوپولیستا رو میرسیم. خطر خیلی زیاده، خطر از ایران از یک طرف هست، تروریست ها از یک طرف هست و این تضاد ها دموکراسی رو ضعیف میکنه. دموکراسی که ضعیف شد قدرت اجرایی کشورهای دموکرات ضعیف میشه، قدرت اجرایی که ضعیف شد اونهایی که از این خبر میتونن استفاده کنن مثل گروههای اسلامی استفاده خواهند کرد. حرکه داشته باشید که بنیادگراها که در مثلا 15 سال پیش 10 سال پیش در تمام جامعه اسلام وجود داشته ولی با اینا به بهار عرب در حقیقت رو شد دستشون، بعضی ها روی متوجه شدن که اشتباه کردن. همچنون نگاه کنه در تونس، در تونس یه حسنی به نام النهضه بود، مثل از نوهای مازرگان که نهضت ملی بود، این حزب رئیسی داشت به نام خانوشی. این خانوشی سالها در دوره شمولی که براچر در تونس در تبعید لندن بود و اونجا بچه هاش دست خوندن مثل هر فرق انگلیسی 20 سال اونجا بود. وقتی که بهار عرب آمد از اندار آمد به تونس و گفت باید جامعه ما اسلامی بشه. 5 سال پیش این مرد حرف های میزن شبیه نمی که میگو من خمینی نیستم ولی شبیه باید خمینی. ولی امروز چی میگیم؟ امروز کنگره تشکیل میده و میگوید که ما اسلام رو از سیاست رو جدا کن. ولی آیا این مثال در دیگر کشورهای اسلامی وجود داره؟ کشوری باید باشه با تاریخ تونس، با رشد فکری که در تونس وجود داشته میشه، با مبارزات که علیه عثمانی ها کرد، با مبارزاتی که علیه فرانسه کرد، با مردمی که مثل حبیب بورقیبه کش به وجود اومد تونست جامعه رو هم مستقل کنه، کشور مستقل کنه، مرد استعمار در بیاره، هم به سمت تجدد واقعی تجدد حضم شده برن، نه تجدد که یه سوی کوشش دیواره که رنگش کردن. ولی تو اونا نفت که نداشتن به تو به طور آهستان که بزن که در دو رفتن
و بهره گرفتن از دوره حتی تجربیات استعمار. ایران بدایی در چه راست؟ انتخاب آیت الله جنتی به ریاست کمپگان در راستای البته خط تکسی آقای خامنه نیست. خامنه چرا این آورده؟ بلکه بیناک اصلاحاته، بیناک تحولیست که باید انجام بشه در ایران، تحولیست که اشتراف ناپذیره، ولی سالها چرا چه گرفتن؟ تحول چیز عجیبی نیست، لازمه هر جامعه هست. در دنیا تکامل وجود نداره، این اصطلاح تکامل که سر زبون هاست این اصطلاح در صرف معنی نداره. دنیا محل تحوله. در خود دعاها و خود قرآن هم آمده است که هم به حالنا و احسن احوال، یعنی خدا یا ما را متعبد کن به بهترین حالات. و خدا در آغاز انقلاب گفتن که ما بخون جامعه را متعبد کنیم پس انقلاب بکنیم. این روز انقلاب بکنیم میگن نه، این انقلاب ابدیه چون اسلامیه و اسلام آخرین دینه، بنابراین آخرین تغییرات ما بودیم، اصول دست ماست، بنابراین شما آمدید اصلاح کنید. اسلام رو نه، اسلام اصلاح شده است. این استدلال زبان خیلی ها رو بنده آورده ولی زبان قاطع نظامه. آقای خامنه‌ای مردی است که بسیار از رفتن خودش میترسه، بسیار از تحول میترسه. این شیوه تمام آدمای یک سوده داره و ایشون تحت تاثیر اون آموزش‌های آلمان شرقی قدیم و این در حقیقت از یک طرف این نهج در اسلام هست، این نهج جزی نیست، و از یک طرف دیگه جواب هر حرکت مردم رو با خشونت دادن فرض دل قاطع اسرائیل در مورد اقرام آلمان شرقی چه به دست همکاراش انجام شد. ایشان یک نمونه صغیر هم دارن داشتن در گذشته که احمد نژاد بود، کپی خود ایشون ولی که رئیس جمهورتی بود که به دست آقای پرورده شد، به دست خود ایشان و در سمت‌های مختلف از فرمانداری در اردبیل و بعد شهرداری این دو پروراند و در دوره شهرداری بهتر رابطه رو ایجاد کرد تا ایشون رو به ریاست جمهور آورد. چیزی ایشون نمیشناخت. ایشان در معجزاتش این است که بدترین رو به عنوان بهترین دارو به شما میده. خود ایشان بارها گفت که من از کارم این از کار آقای احمد نژاده. در نتیجه هر چه یک سویه تر، هر ماشینی، هر آدمی که ماشین زیرش که چوبانش رو سفتر کرده باشن، هر آدمی که تونتر داره، هر آدمی که بولیاتر تر از دیگری باشه، مورد پاسد دیشانه در تمام خطوط چه در دارشگاه هر جا که میبینید منصوب کسانی که از سمت ایشون منصوب شدن از سخت تریده. اگر ایشان نگرانی از آد روان شناسی امروز اگر ایشون رو آنالیز کنید در طول این یک سال چیا گفته، در طول پنج سال ایران چیزی به نقیب ها گفته، متوجه میشید که از رفتر خودش بینا که میترسد که لغبی که نشده خسرت دنیا و آخره باشه. این میدونه جز بدترین ها در این دنیا و در این دنیا بود، برای که هیچ کار به سود این دنیا انجام نده. حوزه ها ناراضی هم این حوزه ها چرب و چیدی شده، چنون چاق و فرده شده سودشون داره. در اینا معلوم نیست که الان اسلام کجاست. وحشت ایشان از جانشینی خودش این بود که بود انشالله بعد از من چسانی بیاگن که اینطور باشن و اونطور باشن. اگر شما اون نطق رو ببرید تمام این صفات در آقای جنتی جمع بود. بنابراین از این بابت نمونه به دست داره که اگر من برم این وقتی امثال این هستن که میتونه نگاهون رفتد رو بقای محافظگار بدانید. و
محافظه کارا میدونید طبقه ازدنی که اولی اصلی 5 سال 6 سال اولی انقلاب امتیازات بزرگ گرفتن و با اون امتیازات بزرگ و سرمستر شدن. اساس دکت اونها اطاعت از ملک زمانه. بعد خودشون رو میگن بعد اطاعت از خدا هر زمان اینه که ما اطاعت این وقتا نتاقا جنت اینیم که چی دو تو انشالله ما در سمت قدم برداریم که خود با خداوند و رهبر از ما راضی باشه. این دو شرطه. شرط اول که در تکلیف شکرد آیت الله میشه فهمید میشه به سریر وزیر ارشاد آقای جنتی که میگوین مترفه طرف بگرشید شاید اشتباه هم نبید ولی در من نوعی مترفه که مثلا وقتی هم که این سال سن رو کنن ایشان با قام به سر میبوره فرقش با دیگر هم بید اقبال بزرگ رهبر اینه که حوزه ها حوزه هایش نیست حوزه هایی که در آغاز جفت ایشون به کار اومد گفتن ایشون اصلا رساله نوشته آیت الله هم نیست. اقبال دوبارش اینه که مدعیانه که روبروش از دم پرده نظامه من اقلال آخه چرا بایستی چاقو دسته خودشو ببرده شما با همین ما انقلاب کردیم شما هم در سمت های عالی بودید بنابراین موخ و مخارفتتون با ما چیه بنابراین چرا بخواهید نظام رو ضعیف کنید خب صحبت جلد یاد باشه وقتی که آقای کبودی نامه این نوشت به روحانی سپاهش جواب داد بهش جواب داد و گفت که شما هم رسید که دیگران رو در حس خانگی گذاشتید مثل شریعت را دارید همین کاری که شما کردید ما داریم میکنید یعنی جنگتون چیه؟ بفرمایید جز ما بشید دوباره با ما باشید ما با شما کاری نگرید شما از بطن انقلاب اومدید رو با هم بودید پس اقبال سوال یه درکار آقای خامنه‌ای است که در اعقاب جهان یا در اعقاب سیاسی جهان امروز همه در وحشت پوپولیستی هم بهشون در وحشت اینه که اگه پوپولیستی ها در ایران راهی نداره چون ما قبلا به وجود بسیجی ها کنترلشون کردیم دو اگر پوپولیست ها در اروپا و در امریکا اخلاقی کنند چه بهتر بنابراین ما میبینیم در اینجاست که یک دفعه متوجه میشه تحول ولی اون کاری که اون ها میکنند با هم روسیه و امریکا و در حلب و در بخش دیگر از نقاط مختلف سوریه علیه نیروهای خود عمل میکنن جریان چیه؟ ما با روسیه هستیم روسیه با ماست یا نه؟ ما متوجه میشه که نه اون وقت گله ها از روسیه شروع میشه روسیه به حرف در میان آقای لاوروف میگوید که ما با امریکایی ها از اون مرحله ای که اسمش از تبادل اطلاعات در سوریه بیرون آمدیم رسیدیم به همکاری واقعی درباره مبارزه با تروریسم خود توجه کنید موضوع کمی نازکه یعقوب میگه جواب داره میده به ایران میگوید که ما با امریکا بعد از جریان حلب که کشتار زیاد دادن در جمعه ایرانی ها یا بعد از کشته شدن بعد از دینی میگوید که ما امریکایی ها ما رو داشته ما روسا با امریکا یا از مرحله تبادل اطلاعات بیرون اومدیم داریم همکاری میکنیم علیه تروریسم ما تگاه میکنیم این که افرد این کشن ایران توی لیست کشورهای تروریستی حزب الله هم که یعنی چه اینا حتی لابد اینه که شما با ما نمیتونید بیاید خودتون پای خودتون باشید برای اینکه در کانون در کارمین هایی که متعلقه شماست جانبه تروریستی داره در بخبر هر کنید بروید بریشیدید با کشورهای بزرگی که شما رو در فهرست تروریستی گذاشته و حزب‌الله رو با هم صحبت نمی کنید اینجا که ایران دیگه
این کشوری نیست که میرفت در همکاری شانگهای و میشه و حتی در دوره احمدی‌نژاد تقاضای عضویت کرد که پشتش رو به کوه احد به قول خودش رو ببنده، هم چین پشت سرش باشه و هم روسیه. اینا چین طالب این کار نیست. روسیه هم میگوید که من در گذشته به شما گفتم طرفدار توسعه تسلیحات اتمی نیستم، قرارداد جهانی دارم با امریکا، هم بر سر مسائل دخالت امریکا اختلافات را برای به مذاکره میشتم. شما عدیق ممکن امریکا هستید، من چطوره میتونه چطور ممکنی که شما بتونید ما با سه مواد تایی زندگی کنید؟ این یک پای نظام رو شکسته. تنها سازمانی که سیاست جهانی رو میفهمه و با نفس دردی اون رو آنالیز میکنه خود سپاه. سپاه در مورد روسی بارها اظهار نظر کرده و دیگر که ما اسلحه ها میخریم از اینها، اونها هم گاهی وقتا مطابق میل ما اسلحه هایی که ما میخوریم نمیدن. به هر حال ما کارمون رو میکنیم، اونها هم کارشون رو میکنن. آنالیزی که دیدن در سه سال پیش این وقت و فرمانده سپاده یعنی خوشیاری در حالی که وقتی پوتین میره به دیداره آقای رهبر، رهبر باورش میشه که خودش یک کسیست معادل پوتین در عرصه بیدونرنی هم بدونی که از بیت رهبری پاش رو داره اون برتر حرفش بالای همه. این طرز تفکر احمدی نژادیست. در ذهن اینجور افراد این هست که ما این و جز این نمیتونیم باشیم، یعنی نظام زاده علم روانشناسی توده بیسواد هست در ایران، توده این که فرهنگش فرهنگ مذهبی شده، توده که در گذشته به وسیله ملا و مالک اداره می شود یا بایدی خان و بعد که مالک و خان رفت ابتلا به وسیله ملای ده و شورای ده اداره می شود. شورای چه؟ شورای اسلامی اسمش. این کار رو به کار اداره مردم که قاعدتا بایستی بشورن مثل دیگر پوپولیست ها، این را این ها در یافتن و مهار کرده. بنابراین آمدن جنبی موضوعیست با ساده لوحی بعض سران که فرض میکنن این نظام رو به تحول میره، این مردنیه سنش بالاست و به زودی میره. نه، این یه اشانتیان برای تابستان داغ انسان یه نمونه است برای که به در دونت ترامپ دارن ما میشونه ده. اگر شما پوپولیسی دارید ما میدونیم چی جوری دارش کنم، ولی چی میتونم جانبش بکنم؟ مطبعه سوریه، امریکا و روسیه است. در این جریان خیلی روشن شد کیش آقای روحانی کاری نمیتونه بکنیم جد این که قربت نمیدارم دفته دارم، اما آقای روحانی یه آدمه و رأی آمده پیش خودش میگه من رأی دارم. آقای عارف هم همه میگه من نمی در روزانه اعتماد میگه من نمی توانم مرد از اینکه حرفای بدی بهش دادم، حرفای خیلی بدی دادم، گفت من نمی توانم در خلاف نین مردمان که من رأی دادن عمل کنم. اینجا در خلبت جنتی ها میگن چطلت عارف تو نمیدونی چی به تو رأی داده، چیه نمیدونی که ما چطور جلو نام زدار گرفتیم، مردم پشت سر ما هستن، ما مردم رو اداره میکنیم. شما خیال میکنید که دانشت روزت که ما باید چه به جایی که بیاد به مدد ما. این قضیه باعث که همه جور افتاد تماشه ها اون چیزی که خوبینی گفت میزان رأی مردمه اون داخل شد. تمام کسانی که این جمله رو تکرار میکنن یه اشتغال گنده میکنن.
خمینی وقتی گفت میزان زرد مردمی که تمام مردم پشتانش بودن، قبلشی نگفت. بنابراین تفسیر و تجزیه و تحلیل حرفایی که از دهان آخرین درود بذاریم خلاف اون چیزی که ما فکر کنیم ساده نیست، بسیار تودرتویی داره. امروز فرقش با آقای خامنه‌ای با زبان خمینی اینه که خمینی سرکار بود، اکثریت که بود اکثریت غریب به اتفاق مردم پروشتر شدن، 16 میلیون به شهر دادن، ولی ایشون سرکار هم به مردم باش نیستن، مردم کنار کشیدن، مردم بی تفاوت دارد، مردم رها کردن. اما رها کردن چرا؟ برای که بود دروازی دارد با منطقه شد و خستن، خسته از این که هیچ چیز نیمی ستون رو تغییر بمیدیم. ولی این جریان سپاه از هم بیدار کرده، سپاه دقیقا زهرت پشت رهبره، داریم چپ 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 باید سپیر که سپاه پشت رهبره یا رهبر پشت سپاه، باید تجیز کرده باره این کدامشون، نه در دولت، نه در مجلس، نه در شوراها، هیچ کدام، حتی اقلیت اکثریت نیست. به عبارت دیگه جنتی آمده که در این سن و سال که هست قدری عمر رهبر یه رهبر رو دراز کنید و بعد هم بگوید که اسلام اسلام بر نمیدار. این از این جهت به سود تاریخ چون تمام کسانی که روی افکار خودش رو فرسخت میکردن، تمام کسانی که مشت به دیوار دادن دست خودش رو شده کرد. آیا ممکن است که جنتی با اندازه پسرش رو شد به جه خودش شده دست من به جه هست؟ هیچ وقت نیست، یعنی مقبولیت خودش کسی که توانست به اون مهارت با دولت آقای رو در دولت، دولت روحانی با اونم اعتبار 3000 نفر رو محروم کنه از نامزدی و بعد در تمام این سالها مرتجع بودن به بردارترایی مشهور را دادنن در انتخابات را زدن ولی به شاید نفر اول دست رو بگام بدارید که ایشان یک آدم ساده نیست و روی سن سیادیشون نصاب نکنید. ما در ایران گاهی سپاه به این و اون جناح سیاسی دستور میده، اختار میده. چرا؟ با کدام مجبز؟ هیچ کس تا بار در هیچ روزنامه نمیده که اختیارات سپاه کجاست. یک ماده داریم در قانون اساسی که میگوید سپاه لازمه اینطوری اینطوری ارزشهای اداری افزوشه، هیچ کس ابعاد قدرت رو نمیده. سپاه اندیشه مدیریت مستقل نقد سپاه، سپاه یک نوع پاتریوتیزمی زیر لوای اسلام بازی میکنه، یه نوع میهن پرستی داره که به بهانه اون یه برنه یه پوشش اسلامی بهش میده. سپاه هیچ وقت به برجام به اون معنی که شما فکر کنید حمله نکرده. سپاه میداند که مذاکره با امریکا لازمه، بنابراین وقتی ناروخ این هفته زد سپاه اولین بود که در جرائد پول در جوان و نشریات که نفوذ داره درش با اونها اونان نشت دادن. یعنی دهانه دیگر باشید سوریه فقط مطلب آقای سلیمانی نیست که یه سفر رفته به استخیار بکنه در چی درست شد به سفر رفته مسکون برای که بهش حالی کنن که شما اشتباه میکنید. حالا سپاه که نمیتونه شکست غلب و جبران نکرده، را باید وزیفه روزانه شه که بگه
تیمسار بیاد به خود تیمسار کردائیلی بیاید به بگوید که ما شرکت جبران میکنیم. خب انشاءالله این وزیده اداریست اتفاقا اگر اگر تصمیم بگیرن که اون شرکت جبران کنند و تبیمان در کار ترورگردی امریکا و روسی باشون موافره کشکار جمعه داره ولی داره که اینها بیان بوده بشن بشن بس به امریکا نگاهشون نگاه امریکا بشن نگاه روسیه فرسی دست امریکا ستایی چه چیزی برداره در امریکا چه چیزی امروز ایران تنهاست شاید دیری نخواید که همین آقای جنتی مذاکره با امریکا رو مصلحت هم بدون برای اینکه اگر این رئیس خبرگان هست رئیس خبرگان مشاور اول رهبری اگر مدیریت استقلال سیاسی بردتر در جامعه سپاهی از همه قبل تره اینجا با همچه دار میان راهش رو پیدا میکن رهبر با انتخاب جنتی میخواهد به اصلاح طرف ها حالی کنه قدری عقبتر بهتر هیچ وقت به خود رو کمتنی نابود کردن اینا که نمیتونن و صحبت شده میتونن باید بخواهم قدری عقبتر بگید شاید عارف به دلیل معاشرتی خود به خود مجبور داشته باشه با اینکه مجلس توای لاریجانی و لاریجانی به نزدیک تا بخواهد شاید درسته که یا نامبکر رو شریک شد در این مدیریت ورزش پس شریک شدن اول آشتیه اگر در پایش مسئله تو ورزش مدیریت مشترک هم شد بذارید که آغازش برای این که تمام نگاه تو آشتی کردن برن در حال جنتی میگه که باید برای داریم که خدا و رهبر از ما راضی باشه خب مردم میگه خدا که خدا هست رهبرم که از ایشون راضیه برابری دو نفر ناراضی یا یه ملت ناراض مردم خوب میدونن که اون نفر آخر بود داره نفر اوله و چون نفر احتمالا مریضه ایشون نفر اوله و چون نفر اوله بنابراین بایستی با یک نوع زیرکی به جامعه بسیاری و بسیار متنوعه بسیار طرف ها و گروه هایی که درش هستن از دقیق چهار دسته سه دسته هستن حالی کنید که میخواهید باشید یا میخواهید نباشید این رو بخواهده میکنید آمده محمولیتش محمولیت به زن و بهادری نیست محمولیت مذاکره با مخالف دارد آمده در زنه ها مانع هر نوع اعتلاف بشه اعتلاف در مجلس نباید صورت بگیره بایست گروهی از ایتن که نمایندگار اعتداریون با حاصل روحانی به چسبان به طرف بزرگ میگونده محافظ با ما آمده که شوهر نگهبان داشته باشه این یکی هم که داره علاوه این با مهارت اینها رو اداره کنه چه کسی میتونه مقابل ایران بیسته؟ به بعضی که دو سه نفر که بیشتر نیست در دو سه دورو اصلاح طلبان امیدشون به دولت بود بارها گفتن ما این دولت رو باید بکنیم الان دولت قبولش بسته شده در مقابل رحمت منابی میگم روحانی داره فاصله میگیره از اون کشکا فروا اصلاح فروا داره فاصله میگیره از اون در حقیقت روحانی سرپناه میخواد این سرپناه رو بایستی پیدا کنی در بیرون چشمت سرپناهش کسانی هستن که میخواد با ایران تجارت کنن امروز روز نگاه کنی خواهید دیگر هفته آینده سیل رپورتاج ها و گزارش هایی هست در مورد ایران که ایران بله همطور که آقای اوباما گفت مشکلاتی داره که باید خودش از بین ببره و در نه استعداد تجارتی وسیعی داره از همین الان اطلاعاتی هست که چنین آگهی های خواهد آمد اینا کار روحانی در بیرون به دست کمپانی هایی که قرار به
پای را قرار داد توی به کشت جرائد صفاتی جرائد رو میخواه. مخالفان روحانی در گذشته گفتن که اساسا ما اشتباه کردیم در مورد ایشه میار انگلیسی ها بودن سر کار فکر به انتخابات خودش شدن. روحانی از این ضعف ایرا استفاده میکنه، حالی میکنه در طی مذاکرات وسیع با آقای جنتی که کجا بریم بهتره. ایران کشوری نیست که الان به قدرت اپوزیسیون در مقابلش باشه و خبر بچی به ساقتش کنه. دنیا دنیایی نیست که بتونن در کار ایران دخالت کنن. بنابراین ایرانی امروز یک فکر بیشتر نباشه شد. یا باید اندیشی برای یک تشکیلات دول برست یک سری عرضش هایی که از دل رفته به کل تو ذهن ما اندوان ما شده داشتیمش از دل دردیمش حقوق اساسی فهم که روش کار نمی کنیم. یکی از دوستان به ما بگفت که شما این اصلاح طرفات به این باده شما که کاری نمی کنید دوستی که دیگران کاری کرده. این طرز برداشت آدم های کم حوصله است که فقط رو کار سیاست می گیره. ایران کشوری است که با این انقلابی کرده با طولانی خواهد بود، بایستی یا بره به بیداری سازماندهی یا دفاع کنی دفاع معقول و منطقی به وسیله اخبار خود اخوان اسلامی هر بنهارنا که شما نیز انقلابتون بستن به هر انقلابی دیوانه پشتش تبریده چطور میدون شما انسستا باشید و دنیا رو نمیشتید و شما قدرت دیری نیستید قدرت سیاسی حتم متحبل خواهید شد چنانکه دیگرون در همین راه حتی عربستان پردادار حرمین هست اون افتارید همین کاری میکنید. این صورت محتر را وقتی نبینیم متوجه میشیم که آقای جنتی آمدن که دو سر مفتول رو به هم نزدیک کنن، چون جامعه ما الان مثل مفتولی که از وسطش حرارت دادن نارد اعتیاد این دو سر چه از نظام جدا شدن به داره خواهن به هم آشته کنن. آیا میتونن یا نمیتونن این دیگه استعداد سیاسی میکنن. قبل تورانی هر شب داری مسائل روی دولاب روی دولاب پیچیدات بگرد بگرد که اساس روی مذاکرات نه روی جنگ اساس روی اندیشیدن روی اطلاعات هست. از تورانی شدن صحبت بردارت بخواه هفته دیگه در خدمت تو نخواهم بود. امیدوارم به زودی دوباره خدمت شما بردارم. آقا بسیار ممنونم، متشکرم آقا، سپاسگزارم از همه مهر و محبتتون. هر جا که هستیم براتون آرزوی بهترین میکنیم و مشتاقانه منتظریم که دوباره از دانش شما و محضر شما استفاده کنیم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم از شما، مرمتو زیاد. گفتگو بود با آقای دکتر کاظم ودیعی. امیدوارم این گفتگوها کمک کنه، روشن کنه ما رو. من چقدر خوشحالم میبینم که ما همه همچون که بارها اشاره کردم همسوییم، همدلیم. همدلی از همزبانی خوشتر است و یه حرف رو میزنیم، یه مسیر رو داریم حرکت میکنیم. نظام توان این کارها رو نداره، نمیتوانه، توش نیست، ساختارش به چنین اجازه رو نمیده. از همه مهر و محبت شما نازنینان سپاسگزارم. ممنونم که در طی هفته ما رو همراهی کردی، همدلی کردی. با آرزو این که آخر هفته ای پر از شادی و سلامتی پیش رو داشته باشید مثل همیشه. آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از همه شما خوبان و نازنینان. فیسبوک یادت نره، لطف کن لایک بزن و خبرها رو در مردم ریپورت دات نت دنبال کن. بازم از شما ممنونم، سپاسگزارم ازتون.